صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان تیر به هدف زد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلی پرست. قدم می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. گزارش نامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان تیر به هدف زد. صلاح الدین ربانی تیر به هدف زد و به موقع بازی کرد. وی بعد از شق شدن صف رهبری جمعیت اسلامی افغانستان بر رهبری استاد عطا محمد نور تنها و کم وزن شده بود. اینکه با اعلام حمایت از برپای حکومت موقت بیدرنگ پای امرالله صالح را به خانه اش کشاند، صالح سفیر شخصی اشرف غنی احمدزی است و تمام عرق ریزی های نابهنگام وی چکاندن آب بقا در حلق اشرف غنی احمدزی است. تحفه پیشنهادی امرالله صالح به صلاح الدین ربانی بیگمان واگذاری امتیازات عمده آن هم در یک شرایط لغزشی است و به اشتیاق صلاح الدین برای همدستی با کشتیبان سراسیم ارگ ریاست جمهوری دامن نمی زند. گپ از امتیاز بخشی های مقطعی فراتر رفته، بگیر و بده اصلی در جاهای دیگر است. کچخوی غنی در پذیرش نخستین دستاورد مذاکرات دوحه مانند خط سرخ در رهایی زندانیان طالب این بار نیز ره به جایی نمی بارد. دیر یا زود اشرف غنی احمدزی با مفاد توافقات اولیه در دوحه تمکین کرده و راه به تشکیل حکومت عبوری هموار می شود. نبردهای میدانی با گروه طالبان از این پس کردینه می شود. همایش فرماندهان در ولایت پنجشیر یک نشانه آن است. در عین حال اشاره واضح رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور به مقاومت ملی. متاسفانه همین شب از ساعت 9 شب تا کنون امتیازهای ویژه نقدی جهت خرید رای بعضی از وکلای ولسی جرگه برای کاندیدای رئیس بانک مرکزی در منزل یکی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه جریان دارد. فساد از ارگ ریاست جمهوری تا بانک و ولسی جرگه بیداد می کند. از آن روز به راست که مشروعیت شما و گروه طالبان نزد مردم در یک سطح قرار گیرد و نشود که مردم کارد به استخوان رسیده را در این زمان حساس بر علیهتان بشورانید. این شورش دادخواهی سر تا سری خواهد بود و شما و طالب را در یک پله ترازوی خیانت به وطن طول و ترازو خواهند کرد. و راز پیروزی گروه طالبان در سمت شمال رفتار عادلانه است. چرا گروه طالبان توانستند مناطق روستایی را در سمت شمال کشور تحت فرمان خود درآورند؟ ناظر محلی دکتر هارون سمرقندی. اشاره: اگر گروه طالبان حاکم باشند، کسی می تواند کودک معصوم بلخی را در سیاه چاه درغل و زنجیر کرده و ویدیوی آن را به پدر و مادرش بفرستد. برخی از دلایلی که گروه طالبان بسیاری از مناطق روستایی سمت شمال را تحت کنترل درآورده اند بسیار محکم و بنیادی است. به گونه مثال در بسیاری از روستاها و شهرستانها که قبلا تنظیمها و گروهها حاکمیت داشتند، دزدی، قتل و جنایات این گروه ها به نهایت زیاد بود، ولی گروه طالبان جنایات این گروه ها را مطلق توقف داده است. عرض مردم پاسپورت می گردد، کلاپولی و انواع باجگیری ها که گروه ها به گونه طبیعی و مناطق و مطابق پالیسی این گروه ها یا اهداف انجام می دادند کاملا متوقف گردیده است. مکتب رفتن و نرفتن دختران بر اساس تصمیم فردی خانواده ها و اقوام می باشد. به گونه مثال در روستاهای پشتون ها به خواست مردم تنها پسران مکتب می روند، ولی در مناطق غیر پشتون ها دخترها مکتب می روند و کدام مانعی و مزاحمتی از جانب گروه طالبان وجود ندارد. سربازگیری به زور نمی شود و هر کس داوطلبانه خواسته باشد می تواند وارد صفوفشان شود، در حالی که قبلا جبری خانواده ها باید یک سرباز به فرمانده محلی می دادند. علاوه بر دوز در صفوف گروه طالبان پذیرفته نمی شود. ما
مگر اینکه توبه کرده باشد و با گفته خودشان جهاد کند. گروه طالبان برخلاف گذشته بر ریش مردم و تلویزیون و آنتن‌های ماهواره‌ای و حجاب بانوان کاری ندارند. همین گونه بسیاری از سهولت‌ها را در روستاها به مردم آورده‌اند و به این دلیل مردم از گروه‌ها، تنظیم‌ها و دولت حمایت نکرده و علیه گروه طالبان قرار نمی‌گیرند. طبیعی است که مردم بیزار شده‌اند و اگر تنظیم‌ها و گروه‌ها که خود را احزاب ریشه‌دار در سمت شمال قلمداد می‌کنند، خواسته باشند گروه طالبان را در شمال شکست بدهند، اول باید صفوف خود را از جنایتکاران پاکاری کرده و دیگر انگیزه برای جنایت و اذیت مردم نداشته باشند. آنها باید بهتر از گروه طالبان برای تأمین امنیت و آزادی های مردم کار کنند. با تأسف کامل، عامل اصلی اشغال مناطق به دست گروه طالبان همین رهبران و افرادشان می باشد که با انجام جنایات و ظلم بی‌عدالتی مردم را مجبور به روی گردانی و عدم استادگی در برابر گروه طالبان ساختند. این در حالی است که گروه طالبان یک پل عبوری را در ولایت فاریاب تخریب کردند. مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که جنگجویان گروه طالبان یک پل عبوری را در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت با کارگزاری مواد منفجره تخریب کرده اند. عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب، به روزنامه اطلاعات روز گفت که این پل شب گذشته دوشنبه در قوز در مسیر شاهراه نمبر یک در روستای غزوری ولسوالی خواجه سبزپوش تخریب شده است. آقای یورش افزود که گروه طالبان این پل را به خاطر ممانعت از عبور و مرور نیروهای دولتی تخریب کرده اند. با این حال او گفت که در این انفجار صرفاً بخش‌هایی از پل تخریب شده است و تلاش می‌شود که دوباره این پل بازسازی شود. بر اساس گفته‌های سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب، حدود 10,000 خانواده از طریق این پل رفت آمد می‌کردند. همچنان این پل ولسوالی خواجه سبزپوش را با ولسوالی شیرین‌تگا وصل می‌کند. این در حالی است که حدود یک ماه پیش 14 اقرب نیز نقیب الله فایق ولی فاریاب گفته بود که جنگجویان گروه طالب پل 40 متری نهرین را در مسیر قیصار میمنه نیز توسط اسکتواتور و ماین تخریب کرده اند. اما محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردیتزون شاهین، در هنگام برودنامه اطلاعات روز گفته بود که جنگجویان گروه طالبان قصد تخریب این پل را داشته اند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و موفق به این کار نشده اند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. ته خوش داشته باشید.